سلام، میبینید عمر چقدر زود میگذره؟ جهت اطلاع 9 ماهه شد. 35مین برنامه جهت اطلاع رو با یه تذکر آیین‌نامه‌ای شروع میکنیم که لطفاً اینجا تو آدرس ما فقط برای ما پیغام بگذارید، نه برای بخش‌های خبری 23 و 22. ما از اونا کاملاً جدا هستیم و راستش رو بخواید به زور جواب سلام ما رو حتی میدن. اصلا دنبال اینیم یه گیری بهشون بدیم، بلکه کلاً اعلام استقلال کنیم. اینجا فقط برای ما پیغام بگذارید و برنامه ها اونو دانلود کنید. در پایان ظاهرن خوش اون ماجرای 10-15 روزه که به ما گفته بودن ازش صحبت نکنیم، اما احتمالاً دیگه بنی بشری نمونده که ازش بیخبر باشه، گویا بعضی ها بستنی دادن، شیرینی دادند. بستنی و لبخندای اعضای دولت برای پایان ماجرا بد نبود، اما کام دولت رو شیرین کرد. فکر کنم کام ملت هنوز از حالت گس در نیومده. یه کسی یا یه کسایی باید یه کارایی بکنن تا خیال ملت راحت و کام شیرین بشه. مخاطبان این پیام جهت اطلاعی گرفتند یا نه؟ به خبرنگار گفتند آخر گزارش‌های خبری اسم کامل، اسم رسانه و اسم کشور رو بگند. مثلا محمد دلاوری، صدا و سیما، مثلا پاریس، مثلا ها. منتها همکار ما با خودش گفته کار که از محکمکاری عیب نمی‌کنه. محمد رضا حسینی باج، صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، مقر گروهک تروریستی منافقین، اردوگاه اشرف، استان دیاله عراق. دیگه کم مونده بگه سر کوچه دوم بغل اون آب میبگیری پلاک 15 طبقه همکف. دقت و جامعیت در اطلاع رسانی نتیجهش همینه دیگه. یه با اما میگم هر کس بتونه حلش کنه جایزه داره. الان کی دقیقاً وزیر کدوم وزارتخونه است؟ کدوم وزارتخونه قرار تشکیل بشه؟ کدوم وزارتخونه قرار منحل بشه؟ مجلس با برکناری کدوم وزیر موافقه؟ با کدوم مخالفه؟ به کدوم وزیر گفتن برو؟ به کدوم وزیر گفتن بیا؟ به کدوم وزیر گفتن بعدن برو؟ بعدن بیا؟ وزرا بر اساس رأی اعتمادی گرفتن با مسئولیت دارن و پاسخگو باشن، در سر کارشون باشن. رئیس جمهور اختیار داره وزرا رو جابجا کنه، خودش بشه سرپرست. فکر کن جای این چند تا وزیر اگه بودی صبح پا میشدی بری سر کار، میگفتی با خودت برم، نرم، دورکاری کنم، چه کنم، چه نکنم. وزارتی های نوزا و احوال در سال بیش از 250 مورده که حدود بیش از 25 کشته ما در سال داریم معمولا و نزدیک 100 تا زخمی داریم. آمار رسمی خانه خرابی هم اعلام میشه. میدونید که فرمول خانه خراب کردن چیه؟ وقتی خونه با گودبرداری خونه بغلی خراب میشه، اون که خونش خراب شده گریان و نالان و بدبخت میشه. نماینده آتش نشانی اعلام میکنه ما 2 دقیقه و 22 ثانیه بعد سر صحنه بودیم. شهردار میگه ما 700 بار تذکر دادیم اون تا اتفاقی نکرد. شهردار میگه من دستپوس همه مهندسین کشور هستم، ولی بپذیریم که کار نظارت بر ساخت ساز که در حوزه سازمان نظام مهندسی و تبصره 33 هست واقعا به درستی انجام نمیشه. صرفا جهت اطلاع و برخی بخشای خبری صدا و سیما یکم قاطی میکنن، اما 10 روز بعد همه یادشون میره تا ساختمون بعدی. خدای نکرده. آقا یه بار برای همیشه حلش کنید. این که پیشبرد یه استراتژی نیست که 10 سال مطالعه بخواد. همه چیزش روشن و معلومه. مسئولان دستگاه‌های زیرآب، به خدا این آشفته بازار خون خراب کردن خوبیت نداره. مجلسی ها دارن طرح شیرین نظارت بر خودشونو بررسی و تصویب میکنن. فکر میکنید کدوم نماینده حتما جزو مخالف هاست؟ احتمالاً درست حد زدید. مخالف با حریت و آزادگی مجلس است و شبیه آیین‌نامه انضباطی یک مدرسه یا راهنمایی یا دبیرستان است. برادر، نظارت بر این که نماینده چند جا حقوق نگیره، دنبال کار اقتصادی خاص نباشه و غیره، چه ربطی به حریت داره؟ با این تعریف هر کی هر جا برش نظارت میشه حریتش از دست رفته؟ نمایشگاه سنگ در اصفهان 3000 متر مساحت داره، 700 مترشو چینی ها گرفتند. China. آقا من وصیت میکنم حتی برای سنگ قبرم هم سنگ چینی استفاده نکنید. از جونم که سیر نشدم. کفش و کیف و لباس و تسبیح و سجاده و نخود و لوبیا و عسل و در و پیکرمون چینی شد کم نبود. سنگمونم همچنین. میشه لطفاً مصرف کالاهای چینی رو هم اگه میشه مثلا هدفمند کنید؟
اینجا نمایشگاه کتاب و آدم‌های کتابخوان و اهل مطالعه با هزار امید بعد از سالی اینجا اومدن، منتها شاید کمبود تفریحات باعث شده برخی ها اینجا رو با سالن عروسی و مد و از اینجور جاها اشتباه بگیرند. تو رو خدا این 10 روزه رو کوتاه بیاید، نمایشگاه کتاب و دیگه لااقل بذارید برای اهل کتاب. خطاب اون با معرفتایی که رفتن استادیوم تا در حمایت از مسلمانای بحرین شعار بدن میگیم دستتون درد نکنه. اینکه هر جا میرسید میخواید مظلومیت مردم بحرین رو فریاد کنید، خوشا به غیرتتون. این همدلی و همدردی با مظلومان رو لحظه ای از دست ندید. اما این رو هم از یاد نبرید که ظرف فوتبال برای آرزوهای بزرگ و مقدس شما شاید کوچیک باشه، چرا که حد اکثر نگرانی اطرافیان زمین فوتبال گل زدن یا گل نخوردن. به این پیشنهاد ما فکر کنید که میشه غم و فریاد و دردهاتون رو به ده ها جای دیگه ببرید که ظرفیت این فریادها رو داشته باشه. راستی به تو هم که اسمتو لیدر گذاشتی اما اینجوری فحاشی میکنی، میگیم آدم باید خیلی بی‌معرفت باشه که به برادرش که اومده از مظلوم حمایت کنه فحش بده و بهونه دست اون برای آبیها بده. شما با توجه که راننده موتورسیکلت هستی چرا از کلاه ایمنی استفاده نمی‌کنی؟ سرنشین چی؟ آقا شریکی استفاده می‌کنی. خیلی مخلصیم، خداحافظ.